سلام به صفحه دوی ویژه مرور سال 1399 خوش اومدید. در این برنامه از شماری از خبرنگارانمون در بی بی سی فارسی دعوت کردیم که مهمترین خبرهایی رو که در سال گذشته پوشش دادند به ما یادآوری کنند. از شما هم در فضای مجازی دعوت کردیم که در این برنامه شرکت کنید و باید بگم که مخاطبان بسیاری در این نظرخواهی شرکت کردند و نظر دادند که به نظر اونها مهمترین خبر سال کدوم بوده. فرن تقی‌زاده همکارم با ماست که این واکنش ها رو با او مرور خواهیم کرد. پیش از همه اول دعوت میکنم از علی حسینی خبرنگار ما در کابل. علی خوش اومدی، به ما بگو که تو به نظرت مهمترین خبری که در سال گذشته پوشش دادی چه بوده؟ سلام، وقت بخیر. خب افغانستان سال 1399 سال پرخبری بود، یعنی طی حدود بیش از 15 سال گذشته چون این خبرهایی که امسال صورت گرفته اصلا به گوش خیلی ها نرسید، اصلا اتفاق نیفتاد و مهمترین موضوع در این قسمت موضوع آغاز مذاکرات صلح افغانستان با حضور نمایندگان گروه طالبان و همچنین نماینده های اقشار مختلف افغانستان در دوحه قطر بود. اتفاق فوق‌العاده‌ای بود، تقریبا میشه گفت برای اولین بار در او گستره تعداد زیادی از چهره‌های مطرح گروه طالبان و همچنین نمایندگانی از افغانستان دور یک میز نشستن، با هم صحبت کردن و مدت زیادی. ولی خب وقتی که این اتفاق صورت گرفت، یعنی برای اولین بار اینها نشستن روبروی هم صحبت کردن و مذاکرات بین الافغانی اصطلاحاً میگن آغاز شد، در همان اولم یک چیز اتفاقی بود بین بیم و امید، یعنی افغان ها هم با بیم نگاه میکردن به این اتفاق فوق العاده ای که صورت گرفته، هم با امیدواری، چرا که امیدوار بودن که این راهی که آغاز شده بره به سمت پایان راهی پر از خون و خونریزی و درگیری حدود 20 سال گذشته و قبل از اون که صورت گرفت. اما بلافاصله همون روزهای اول مشخص شد که دو طرف راه بسیار با مشکل و پر افتخیزی در پیش دارن، چرا که مثلا حدود 3 ماه طول کشید که اینها بتانن فقط کارشیوه و طرز عمل مذاکرات را نهایی کنن. این کار باید خیلی زودتر صورت بگرفت. مثلا یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده ای که از دولت افغانستان نمایندگی میکنه گفت که این طرز عمل و این کارشیوه باید حداقل در یک روز و حداکثر در یک هفته باید نهایی میشد، اما چقدر طول کشید؟ دست کم چیز دوربر حدود 3 ماه طول کشید که دو طرف به این توافق برسه که کارشیوه مذاکرات چگونه باشه. بعد از این شروع کردن به این که حالا موضوع بحث چی باشه، موضوع گفتگوهای دو طرف چی باشه. به طور کلی چیزایی گفته بودن اما مشخصا نهایی نکرده بودن که تا فعلا هم نهایی نشده. دقیقاً سوال من این بود که اگه بخوایم مرحله بندی کنیم الان در کدوم مرحله قرار دارن؟ چقدر چشم‌انداز صلح واقعاً نزدیک در شرایطی که الان هستیم؟ ببینید اگر اتفاق امروز صورت نمی‌گرفت، یعنی نشست مسکو، میشه گفت که تقریباً اتفاقات حدود 5 الی 6 ماه گذشته در یک سطح بوده، یعنی چیز خاصی صورت نگرفته جز همون نشست که صورت گرفته بود و بعدش هم این تعیین طرز العمل مذاکرات. بله. و یعنی یه اتفاق خاصی ته حدود 5-6 ماه گذشته نیفتاد، اما این نشست امروز مسکو یک کم تغییرات میشه گفت که تغییر ویژه صورت گرفته ته 5-6 ماه گذشته و ته یکی چند هفته آینده منتظر یک اتفاق گسترده تری، منتظر اتفاق جدی تر هستیم و هم نشست ترکیه. ممنونم علی، باش با ما. فرن تو به ما بگو که در فضای مجازی کاربران چه واکنش هایی داشتن در سال گذشته نسبت به همین مسئله که علی اشاره کرد. تمام مسائلی که علی بهش اشاره کرد در توییتر هم واکنش برانگیز شد. مشخصا مسائل امنیتی خیلی مورد بحث قرار گرفت و همزمان با صحبت هایی که با طالبان هم میشد، هشتگ هایی مثل به طالبان باج ندهید خیلی مورد استفاده قرار گرفت و داغ شد. یکی از مخاطبان ما نظرش رو برای ما فرستاده در مورد آنچه که در افغانستان در سال گذشته پیش اومده و گفته که چی براش اهمیت خبری داشته. اینو با هم ببینیم. از نظر من مهمترین رخدادهایی که در سال 1399 بود را میتوان از بدتر شدن اوضاع در جنوب آسیا از جمله کشته شدن جوانان قلم به دست و آگاه در
افغانستان و بدتر شدن اوضاع امنیتی در اونجا و بدتر شدن اوضاع اقتصادی در خاورمیانه نام برد. باید بگم که علاوه بر این دو تا موضوع دیگه هم در شبکه‌های اجتماعی مشخصا بین کاربران افغان داغ شده بود. موضوع تیراندازی به ماشین پناهجویان در یزد خیلی واکنش برانگیز شد. اون موقع هشتگی داغ شد با عنوان کمی آب بیاور که سوختم. در موضوع بعدی که بسیار داغ شد در رابطه با حمله‌ای بود که در کابل انجام شد به دانشگاه کابل و در اون زمان هم هشتگی داغ شد به نام جان پدر کجاستی که برمیگشت به اسمس هایی که یک پدری به دخترش که دانشجو بود و جون خودش رو از دست داده بود و کشته شده بود در اون زمان مورد توجه قرار گرفته بود. ممنونم فرن، ممنونم از تو. واقعا این هشتگ آخر که بهش اشاره کرد قلب همه رو به درد می آورد. علی، اگه بخوای سال آینده یک خبری رو گزارش بکنی به انتخاب خودت، دلت میخواد چه خبری رو گزارش بکنی سال آینده؟ خب خیلی دلم میخواد که خبر حضور رهبر گروه طالبان در کابل را گزارش بتم، یعنی که بگم که رهبر گروه طالبان به کابل آمده که نشان دهنده این است که توافقات دو طرف به یک نتیجه رسیدن، یعنی گفتگوهایشان به یک نتیجه رسیدن، به محصل این گفتگوها آمدن او شده و او نشان دهنده این است که به نحوی حالا نمیشه به طور قطعی گفت یک پایانی را حالا میشه متصور شد برای جنگ افغانستان. دوست دارم این موضوع رو گزارش بدم. ممنونم از تو علی حسینی. اما خبرنگار بعدی ما که میخوایم به سراغش بریم پوریا ماهرویانه که معمولاً خبرهای سیاسی و امنیتی رو برای ما پوشش میده. پوریا البته سردبیر بخش فضای مجازی ما هم هست. پوریا، مهمترین خبر به نظر تو چی بود در سال گذشته؟ ببین، یک جمعی از مهمترین خبرها بوده که اتفاقاً خیلی هاش توی حوزه امنیتی و سیاسی بوده. سال 99 میشه گفت سال پرونده های بسته نشده گذاشت. این برمیگرده به سال 98، کشته شدن قاسم سلیمانی و شلیک به هواپیمای اوکراینی که ادامه داشت تا سال 98 تا همین امروز هم ادامه داره. دیروز تازه یک نتیجه سازمان هواپیمایی کشوری گفته که البته افکار عمومی رو قانع نکرد، به خصوص خانواده قربانیان هواپیما رو، و یا کشته شدن قاسم سلیمانی که تأثیراتش هنوز هست، از جمله کاهش نفوذ ایران در منطقه به ویژه عراق، تضعیف نیروی قدس سپاه و اون نقش میانجیگری که قاسم سلیمانی بین دولت و سپاه و نهادهای دیگر داشت، این از بین رفت، اون دیگه نیستش اون نقش. اما پرونده های دیگری که به وجود اومد و اینا یا به شکلی بسته شد که معلوم نشد چی شد یا همچنان گشوده است، میشه به یک پرونده قوه قضاییه اشاره کرد. آقای اکبر طبری خب اخیراً یک حکمش تایید شد، اما یک بازیگر دیگه این پرونده داشت، غلامرضا منصوری بود، قاضی سابق لواسان که در رومانی به سر می برد و به طرز مشکوکی کشته شد یا درگذشت، مشخص نشد چیه، گفتن خودکشی کرده، هنوز معلوم نیست، خانواده‌اش ادعا دارن که اون کسی نبود که خودکشی کنه و این پرونده تموم شد، بسته شد و معلوم نشد چی شد. باز افکار عمومی قانع نشدن. یکم دیگه بدترش چیزی که در ایران رسانه‌های نزدیک به حکومت به عنوان حادثه نطنز ازش یاد می‌برن، یک انفجار یا آتش سوزی در یکی از ساختمان‌های تأسیسات نطنز بود که معلوم نشد باز چیه، که آیا اسرائیل حمله کرده، نیروهای خودسر یا خودی یا نفوذی اونجا بودن، یک حمله سایبری بوده یا با پهپاد زدن. و شورای عالی امنیت ملی اومد گفتش ما میدونیم چیه ولی نمیگیم. اینها باعث شد که اختلافات بین سپاه و وزارت اطلاعات که حالا اون به عنوان نماینده دولت بالا بگیره، تا جایی که همدیگر رو شروع کردن متهم کردن. آقای علوی وزیر اطلاعات اومد گفتش که 80% حجمهایی که به ما میشه از داخل و مشخص از نهادهای مشخص، و این رقابت به جایی رسید که شروع کردن. خب حالا مثلا سپاه روح الله زمو داشت، اعترافات اجباری اونو پخش میکرد و وزارت اطلاعات دو نفر از مخالفان جمهوری اسلامی و ربود در کشور مختلف، آقای حبیب کبیر و جمشید شارمحت. و حالا باز میرسیم اگه به من میخوام در مورد
در مورد قضیه سپاه و دخالت بیشتر در سیاست یه مقدار ازت بشنوم، با توجه به اینکه من نمیدونم چرا هی تصویر تو میره تصویر مریم میاد، ولی قرار ما اینه که بعد از تو با مریم صحبت کنیم. بگذاریم، بحث اینه که ما میخوایم بدونیم که چه تأثیری داره در واقع اتفاقات امنیتی که ظرف سال گذشته دیدیم، مثلا ترور آقای فخری زاده و اتفاقات اونچنینی، بر نقشی که سپاه در سال آینده به خصوص در انتخابات ممکن هست ایفا بکنه. بله، همینطور که گفتی ترور آقای فخری‌زاده یکی از مهمترین رخدادهای سال که بودیم توش 99 بود، که در واقع باز اونجا اختلافات اطلاعات و وزارت اطلاعات و سپاه بالا گرفت که کی مسئول حفظ امنیت آقای فخری‌زاده بود. حالا برمیگردیم به اینکه سپاه داره خب نقشش برجسته‌تر میشه، به خصوص در سیاست و صحبت از در اختیار گرفتن قوه مجریه هم هستش. اسم‌های زیادی مطرح شده برای نامزدهای سال 1400، عمدتاً کسایی هستن که سپاهی هستن، کسایی هستن که منصوبین رهبر هستن یا حداقل همچنان درجه نظامی دارن. اینها باید، حالا در قانون مصرح نمیاد که اینها باید استعفا بدن، ولی اون چیزی که عرف نظام جمهوری اسلامیه بر اساس گفته آیت الله خمینی، سپاهیان نظامیان نمیتونن وارد سیاست بشن، براشون ممنوعه. این اسم‌ها شنیده میشه و به نظر میرسه این مسیر طبیعیه که جمهوری اسلامی داره پیش میره. یعنی اجتناب ناپذیره این که سپاهی‌ها یا سران ارشد سپاه جایی در سیاست ایران نداشته باشن. نقش روحانیون هی داره کمتر میشه، نقش سپاهی‌ها برجسته میشه. این بخشش به دلیل این که کادرسازی خیلی جامعی نشه تو نهادهای دیگر و سن مدیریتی در ایران داره بالا میره و ناخودآگاه کشور رو به سمتی میبره که کسایی میتونن حالا دیگه مدیریت رو در دست بگیرن که سن مدیریتیش هنوز بین زیر 70 ساله، سابقه مدیریتی 30-40 ساله دارن، معتمد رهبر و نهادهای حکومتی منصوب رهبر هستن و تعدادشون از لحاظ تعداد مدیر بیشتره و اینها انگار به سپاه رو داره به نوعی صاحب قوه مجریه هم میکنه. ممنونم پوریا، با ما بمون. بذار از فرن بپرسیم که واکنش ها به اتفاقاتی که پوریا بهش اشاره کرد، به ویژه قضیه ترور فخری‌زاده چه بود؟ باید بگم که ترور آقای فخری‌زاده برای شبکه‌های اجتماعی، مشخصا کاربرانی که درون ایران هستن، خیلی مسئله مهمی شد. حتی باید بگم که وقتی که این اتفاق افتاد، بسیاری نام آقای فخری‌زاده رو نشنیده بودن و نمی‌شناختن که چه کسی هستش. بعداً با جزئیاتی که کم کم اعلام شد و گستردگی ماجرا مشخص شد، خب واکنش ها هم به همون سمت پیش رفت. باید بگم که از نظر تصویری، دیداری که آیت الله خامنه ای با خانواده های افرادی مثل مثلا قاسم سلیمانی یا خانواده فخری زاده داشت، هم بسیار از نظر تصویری مورد توجه قرار گرفته بود، بسیار در موردش حرف زد. شد برای اولین بار بود که حتی خانواده این افراد جلوی دوربین های رسانه ای قرار می گیرن و ازشون عکس یا فیلمی منتشر میشه. باید بگم که از نظر تصویری اگه بخوام اشاره کنم، این اتفاق برای آقای منصوری هم افتاد. وقتی که به قتل رسید یا کشته شد به نوعی، باید بگم که این تصاویری که از خروج جنازه که منصوب به او بود از هتل، هم خیلی بحث‌های زیادی رو ایجاد کرد در شبکه‌های اجتماعی. خیلی‌ها می‌گفتن که آیا این اصلاً جنازه‌ای توش هست، آیا نیستش، و در نهایت این شک و تردیدها در مورد تصاویری که منتشر می‌شد بسیار زیاد بود. موضوع دادخواهی خانواده‌های هواپیمای به اوکراینی هم همچنان ادامه داره. اتفاقی که در امسال افتاد، اون صحبت و ارتباطی هستش که این خانواده ها با همه کاربران شبکه‌های اجتماعی از طریق پلتفرم‌های مختلف ایجاد کردن و تلاش کردن که اون دادخواهی خودشون، صدای خودشون رو به صورت مستقیم هم به مخاطب و هم به حکومت ایران برسونن. ممنونم از تو فرن. اشاره کردی به آقای منصوری، هنوز در مورد اینکه واقعا او چه بلای سرش اومد، خودکشی کرد یا کشته شد، به هر طریق وجود نداره. باز هم معیم پیدا شد، ولی من میخوام اگه پوریا رو داریم ازش این سوال آخر رو هم بپرسم. پوریا، خبری که دوست داری سال آینده تو منتشر بکنی چی هست، اگر که هستی هنوز با ما هستی بگو. هستم که وقتی من مصاحبه میکنم مریم نیاد تو تصویر، ولی خارج از شوخی شاید دوست داشته باشم این خبر رو خودم کار کنم که بهروز وثوقی برای بازی در جدیدترین فیلمش میره ایران.
پوریا یک از تخصصهای دیگر سینماست و پشت سرش هم مشخص از اون پوستری که هست. ممنونم از تو پوریا ماهرویان. اما الان دیگه نوبت ما میرسه به مریم افشنگ که به هر حال الان که مریم رو صدا میکنیم پوریا تو تصویر. آه مریم اومد. مریم سلام بر تو، بگو به ما که تو مهمترین خبری که سال گذشته پوشش دادی چه بود؟ من متاسفانه بیشترین خبرهایی که پوشش دادم خب خبرهای بسیار تلخ و هولناک بود و بیشتر با خانواده‌های داغدار یا خانواده‌هایی که عزیزانشون در بازداشت هستن در واقع مصاحبه داشتم. یکی از مهمترین شاید پرونده‌های حقوق بشر سالی که گذشت پرونده نوید افکاری بود و اعدام یک کشتیگیر 27 ساله که از معترضان مرداد ماه در شیراز بود. چیزی که برای من به شخصه خیلی شاید تکون دهنده بود گزارشی بود که بعد از اعدام نوید زدم نواری 2.5 ساعت از دادگاه نوید افکاری به دست من رسید که در اون نوار بارها از قاضی میخواست که فیلم دوربین مدار بسته رو نشون بدن، بارها میخواست شاهداش رو بیارن به دادگاه، حتی بارها به دادستان و قاضی خواهش میکرد که سرشون رو از رو موبایل وردارن و به حرفاش توجه کنن. و از 22 شهریور تا الان که نوید افکاری اعدام شده، همچنان دو برادرش حبیب و وحید افکاری در زندان انفرادی هستن و این همچنان نگرانی خانوادهشون رو به دنبال داشته. این مهمترینش بود. میدونم که به هر حال پرونده های متعدد دیگه ای رو تو پوشش دادی و دنبال کردی. مسئله حقوق بشر از ظرف سال گذشته دائم در خبرها بود. فکر میکنی که واقعا چقدر توجه بین المللی و توجه مردم در ایران به این موضوع جلب شد ظرف سال گذشته؟ متاسفانه من فکر میکنم که به دلیل کرونا همه بحث ها خب معطوف بیشتر کرونا بود، ولی این به این معنا نیستش که حداقل سازمان‌های حقوق بشر یا رسانه‌های به خصوص خارج از ایران یادشون بره که وضعیت حقوق بشر در ایران به چه نحوی هست. بعد از در واقع تعطیلات عید در 22 فروردین علی یونسی و امیر حسین مرادی، من خیلی تیتروار فقط میخوام یه سری پرونده های خیلی مهم رو اشاره بکنم. علی یونسی و امیر حسین مرادی دو دانشجوی المپیادی صنعتی شریف بازداشت شدن 3 ماه بعد به صورت خیلی عجیب، چون ما قبلا اعترافات تلویزیونی دیده بودیم، ولی اینا در دادسرای عمومی با حضور اساتید دانشگاه و دانشجویان انگار که یک اعترافگیری و بازجویی عمومی براشون تهیه دیده شد. الان نزدیک 1 ساله که بلا تکلیف هستن، یعنی فروردین که بیا دقیقاً میشه 1 ساله که اینا بلا تکلیف هستن، نه دادگاهی تشکیل شده، نه حکمی، نه قشنگ معلومه که هنوز معلوم نیست اتهامات اینا چیه. بعد از اون در اواسط تیر ماه صدور حکم اعدام برای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، 3 نفر جوانی که در اعتراضات آبان سال 98 شرکت داشتن منتشر شد که اونها بارها اعلام کردند که تحت فشار و شکنجه های بسیار شدید مجبور به اعترافات تلویزیون اعتراف شدن. 7 مهر ماه پدر امیر حسین مرادی به صورت خیلی نمادین خودکشی کرد، یعنی خودش رو با طناب دار کشت، در واقع یک جور اعتراض. و 15 آذر خبر خوب این بود که این حکم اعدام این پسر جوان لغو شد. بعد داستان نوید افکاری بود که گفتم لیست 77 نفره‌ای به دست من رسید از زندان فشافویه که نشون میداد 77 جوان در واقع از معترضان آبان ماه در زندان فشافویه هستن، احکام قطعیشون صادر شده و دارن دوران زندان رو میگذرونن. میانگین سنی اونها 27 سال بود. ما هیچ دادگاهی تا امروز در مورد همان آبان ندیدیم که تشکیل بشه. بله. بعد پرونده دیگه اعدام روح الله زن بود که خب اون هم خیلی داستان بود و مؤسس کانال تلگرام محمد نیوز. و بعد در اواخر بهمن مرگ بهنام محجوبی از دراویش گنابادی که اون هم خیلی سر و صدای زیادی کرد و انتقادهای زیادی رو به ویژه در مورد امنیت جان و مسئولیتی که زندانبانها دارن در برابر زندانیان چیز کرد. بعد
یه چیزی رو که من میخوام بهت بگم اینه که در سال گذشته من بیشتر از هر چیزی وقتی بحث دادخواهی خانواده های هواپیمای اوکراین یا کشته شدگان آبان بوده، بیشتر از هر چیزی با خانواده هایی که صحبت میکردم این جمله تکرار میشد: ما فقط زنده ایم که به در واقع این دادخواهیمون رو به یک نتیجه برسونیم. اگه یادت باشه پارسال همین موقع ها بود که نازنین زاغری با پابند به خاطر کرونا به خانه رفت و چند وقت پیش، یکی دو هفته پیش، حکم 5 سالش تموم شد و آزاد شد، پابندش هم باز شد، ولی همچنان نمیتونه برگرده لندن پیش بچهش و همسرش باشه به دلیل اینکه یک دادگاه دومی براش تشکیل شده. ولی وسط همه این خبرها یه نکته دیگر رو هم شاید بد نباشه بگم. فشاری که روزهای گذشته به زنان زندانی به خصوص در زندان اوین اومده، انتقال مریم اکبری منفرد به سمنان، مریم اکبری منفرد از زندانیان سیاسی که 12 سال بدون یک روز مرخصی در زندان بوده الان به سمنان منتقل شده، بله. سپیده قرآن به بوشهر و آتنا دائمی به لاکان رش. یک صدایی به دست من رسید چند ساعت قبل از برنامه از عالیه مطلب‌زاده که به خانوادش گفته بود از مراسم چهارشنبه سوری در زندان اوین میگفت و اینکه خیلی با شور و هیجان با تمام این خبرهای بعد این رو در واقع مراسم رو گرفته بودن و میگفت که مراسم برای ما شاد بود و مهم این بود که ما تونستیم آتیش روشن کنیم و آتیشمون روشن موند. ممنونم از تو مریم، با ما بمون. من برم سراغ فرن و ازش بپرسم که واکنش به این همه خبر مربوط به نقض حقوق بشر در فضای مجازی چه بود؟ ببین فرناز، همه اسامی که مریم گفت خودشون به تنهایی در زمان خودشون هشتگ شدن و مخاطبان بسیار بهش واکنش نشون دادن، ولی همه اینها رو که در مجموع نگاه کنیم یک هشتگ مشترک وجود داشت و اون هم اعدام نکنید، به خاطر اینکه بسیاری از این اتفاقهایی که افتاد و اعدامهایی که صورت گرفت عمدتاً بدون اطلاع قبلی بود و بعد اعترافهای اجباریش منتشر میشد در شبکه‌های اجتماعی، تصاویر منتشر میشد، صداها منتشر میشد و اینو رسانه‌ها و بقیه کاربران خودشون به تنهایی منتشر میکردن و دست به دست میگشت. همه اینها واکنش‌های گسترده‌ای داشت. همونطور که مریم مطرح کرد، موضوع زندانیان دو تابعیتی، موضوع دادخواهی مادران داغدار و انتقال زندانیان به بیمارستان‌های روانی، زندانیان سیاسی مشخصاً از اون موضوعاتی که بله از اون موضوعات هستش که اخیراً داره بهش بسیار واکنش نشون داده میشه و همینطور انتقال زندانیان سیاسی مشخصاً بسیاری از زنان زندانی سیاسی به شهرهای مختلف و از کلمه تبعید شدن اونها استفاده میکنن توی شبکه‌های اجتماعی. ممنونم از تو فرن. مریم، برای اینکه حالا نظرت راجع به سال آینده‌ام بدونم، دوست داری سال آینده چه خبری رو تو گزارش بکنی؟ واسه اول از همه دوست دارم که هیچ خبر اعدامی پوشش ندیم، هیچ کدوممون، هیچ معترضی کشته نشه و هیچ کس به خاطر عقیدش بازداشت نشه. اما اگه راستش رو بخوای، من فکر میکنم که چیزی که واقعا آرزوشو دارم اینه که اینجا در بریتانیا در 21 جون دولت اعلام کرده که شرایط به حالت عادی برمیگرده و مثلا یک ماه بعدش هم تمام کسانی که بالای 18 سال هستن واکسینه میشن. دلم میخواد در سال آینده، الانم میگم هیجان زده میشم، دولت ایران اعلام کنه که تمام مردم که در واقع حالا بالای 18 سال هستن واکسینه شدن و من بتونم گزارشگر روزی باشم که این اتفاق میفته. ممنونم از تو مریم افشنگ. اما نفر بعدی که میخوایم به سراغش بریم فرین عاصمی هست که اتفاقا فرین میخواد راجع به همین قضیه کرونا به ما بگه. فرین، سال خیلی سختی بود برای خیلی ها و میدونم که تو گزارش‌های زیادی ساختی. به نظر تو چطور بود سال گذشته؟ دقیقا فرناز، بیشتر از یک ساله که کرونا در ایران شیوع پیدا کرده. سال بسیار سختی بود، خیلی از خانواده ها عزیزانشون رو از دست دادن، خیلی ها درگیر این بیماری شدن، خیلی ها همچنان درگیر این بیماری هستن و خب سال تلخی بوده برای خیلی از آدمایی که توی ایران زندگی میکنن و خب برای ماها که خانواده هامون در ایران هستن و میبینیم که مردم با مشکلاتی روبرو هستن. اگر بخوام که جمع‌بندی بکنم سالی که گذشت رو،
سالی بود که خیلی از مردم ناراضی بودن از وضعیت مدیریت کرونا در ایران. حکومت ایران در قرنطینه سوء مدیریت نشون داد، در قرنطینه کردن، در مبارزه با کرونا، در واکسن، در آماری که داد، حتی آمار اشتباه میداد. خیلی از مقام‌های پزشکی، خیلی از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی حتی این آمار رو میگفتن که آمار درستی نیست. بی بی سی تحقیقی کرد که نشون میداد تا تیر ماه آماری که دولت ایران اعلام کرده 3 برابر کمتر از آمار رسمیه. در ابتدا هم مقام های جمهوری اسلامی پنهانکاری کردن، ابتدا شیوع کرونا رو اعلام نکردن، ولی ناگهان وقتی که خیلی دیگه تعداد کشته ها معلوم شد، چند نفر جون خودشون از دست دادن، مجبور شدن که این آمار رو اعلام بکنن. آیت الله خامنه ای هم اول سعی کرد که بگه که این اهمیت زیادی نداره، اون رو ویروس منحوس نامید. حتی 3 فروردین پارسال گفتش که مقام های آمریکایی متهمن که این ویروس رو خودشون تولید کردن، به همین دلیل ایران برای مقابله با کرونا از اونها نمیخواد که کمک بگیره. حتی به پزشکان بدون مرز که میخواستن برای کمک وارد ایران بشن اجازه ورود ندادن. این خیلی با سر و صدای زیادی همراه بود و مسائلی هم مثل شایعه، مثل درمان با طب سنتی، انبرنستا و این چیزها خیلی شیوع پیدا کرد. حتی حکومت ایران اسفند پارسال هم مستعان رو رونمایی کرد که یک کرونا یابه و گفت که میتونه به وسیله این کرونا رو همون بشقاب معروف نه دقیقاً هم بشقاب معروف که خیلی باعث شد که انتقاد ازش بشه، خیلی تردید در مورد صحتش صحبتش شد و در نهایت هم به هیچ جا نرسید. یعنی اصلا دیگه بعد از اون رونمایی دیگه صحبتش هم نکردن و به پایان رسید. یه مسئله دیگه که خیلی مطرح بود مسئله قرنطینه بود. ابتدا مقام‌های مختلف اومدن گفتن قرنطینه مال قرون وسطاست. ستاد ملی کرونا گفت که ضرر قرنطینه بیشتر از شیوع ویروسه و گفتن که اصلا قرنطینه نخواهن کرد. مخصوصاً اون موقع در قم شیوع پیدا کرده بود، گفتن که قم رو قرنطینه نمی‌کنن، مراکز مذهبی رو قرنطینه نمی‌کنن. ولی بعد از یه مدت مجبور شدن که حالا به شکل کامل نه ولی جاهایی رو تعطیل بکنن و قرنطینه رو به صورت مختصری اعمال بکنن. مسئله قرنطینه و تعطیل کسب و کارها یه مسئله بود که خیلی از پزشکا و تحلیلگرا معتقدن که میتونست جلوی شیوع کرونا رو تا حدی بگیره و اوضاع رو بهتر از این بکنه، چیزی که دولت هیچ وقت زیر بارش نرفت. و حتی آقای روحانی گفته بود که اگه امکان تعطیلی گسترده اصلا در ایران وجود نداره و اگه کسب و کارها تعطیل بشه، مردم از شدت گرسنگی و فقر به خیابون‌ها میان. به نظر میرسه که خب این اتفاقی که در سال 96 دی ماه 96 افتاد، در مرداد 97 و در آبان 98 افتاد و از اعتراض به مسائل اقتصادی شروع شد، یه مقداری حکومت ایران رو نگران کرده بود که اگر این بار هم مردم با فقر و گرسنگی روبرو بشن، احتمال داره که اعتراض ها زیاد بشه. که خب البته میبینیم که با توجه به خبرهایی که از ایران میاد، صف هایی که میبینیم برای مرغ تشکیل میشه، همچین هم وضعیت اقتصادی مردم دقیقاً آره، حالا در ادامه در مورد وضعیت اقتصادی هم صحبت میکنیم. اما این نکته که من بهش اشاره کردم، مسئله واکسن خیلی جدی شد به خصوص در ماهای اخیر. از اون چی میدونیم؟ میدونیم آقای خامنه ای ممنوع کرد ورود فایزر و آسترازنکا، یعنی آسترازنکایی که انگلیس میسازه. چطور شد؟ بالاخره نتیجه الان چه شد؟ بحث واکسن که خب خیلی سیاسی شد، با اینکه مقام های مختلف بارها گفتن این مسئله سیاسی نیست، ولی واقعا سیاسی بود. عمل کردشون نشون داد که سیاسیه. همطور که اشاره کردی، آیت الله خامنه ای گفت که فایزر و واکسن بریتانیایی و آمریکایی نباید وارد ایران بشه. خواست مردم ولی خرید واکسن بود. مطمئنم که فرن بهش اشاره میکنه. خیلی اعتراض شد به این مسئله. خیلی از مردم خواستن از دولت که واکسن بخره و در نهایت اعلام کردن که واکسن روسی خریدن، اسپوتنیک وی، و از روسیه وارد میکنن. دوزهایی که وارد کردن تا اینجا خب پایینه و اعلام هم کردن که واکسن ها رو در ایران میسازن. یه واکسنی رو ایران با کوبا داره میسازه، یک واکسنی رو واکسنی که شرکت رازی داره میسازه و یکی دیگه هم برکت و فخرا هست که اخیراً گفتن که تولید ایرانه. همیشه تاکید زیادی کردن بر اینکه ایران سالهاست که داره واکسن میسازه و در این زمینه خیلی خوبه و حتی صحبتهایی هم از این قبیل آقای روحانی کرده که آلمان مدیریت کرونا ما رو تحسین کرده و خواسته که به اونها بگیم چجوری مدیریت کردیم. در نهایت 2-3 روز پیش به صحبت واکسن شد، روزنامه همشهری به نقل از حمید سوری عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت که مجموع واکسنی که در ایران تا حالا
تزریق شده در این مدت 60,000 دوزه، یعنی اون دوزهای 100 هزار تایی و 700 هزار تایی که از مقامات وزارت بهداشت گفته بودن از روسیه و چین و اینا وارد کردن، مشخص نیست که به کیا تزریق شده و تنها چیزی که به صورت رسمی هست فعلا 60 هزار دوزه، که خب این خبر خیلی خوبی نبود و متاسفانه زیاد خبر خوبی نمیرسه از این جهت. فرین با ما بمون، از فرین بپرسم که چه گذشت در مورد کرونا در فضای مجازی؟ کرونا باید بگم که اصلی ترین موضوعی هستش که هم توسط همه کاربران در سراسر جهان بهش توجه شد و هم مخاطبان ما بهش خیلی واکنش نشون دادن، یعنی صداهایی که ما گرفتیم و تصاویری که دریافت کردیم همه گویای همین هستش که کرونا اصلی ترین دغدغه‌شون بود. حالا چه زوایایی میگیره این کرونا، چرا بهش دارن اینطور بررسی میکنن، صحبت میکنن؟ مسئله اینه که جنبه‌های مختلف میگیره، برمیگرده به خود زندگی مردم، رو وضعیت معیشتشون، رو وضعیت اقتصادیشون، نتونستن برن کار کنن، یا حتی همون اوایل کرونا اون ترسی که ایجاد شده بود بین مردم و خیلی وسواس به خرج میدادن و دقت میکردن البته که همه وسایلی که از بیرون میاد توی خونه‌شون بشورن و بعد مورد استفاده قرار بدن، همه حتی این تصاویرش هم وایرال شده بود و داغ شده بود در شبکه‌های اجتماعی. ما صداهای زیادی گرفتیم از مخاطبانمون در مورد همین موضوع که کرونا چرا براشون اصلی ترین خبر سال گذشته بود و بعضیاشون هم گفتن که حتی چه تأثیری روی زندگیشون گذاشته. با هم دیگه بشنویم. به نظر من مهمترین رخداد امسال قطعا شیوع ویروس کرونا بوده، طوری که جهان رو در بر گرفت و کلیه کشورها از این موضوع آسیب دیدن و البته چیزهای زیادی هم به ما یاد داد. عملا خیلی چیزها رو در کشور ما تحت دوشای خودش قرار داد، وضعیت اقتصادی، وضعیت سلامتی، روحی روانی و بسیاری از مسائل حاشیه‌ای دیگه. من فکر میکنم مهمترین خبر کشف واکسن کرونا بود. خیلی از عزیزانمون رو از دست دادیم، چه در ایران چه در کشورهای دیگه. به نظر من مهمترین خبر سال 1399 در گذشت علی انصاریان بود به خاطر بیماری کرونا. برای من سال 99 علی‌رغم تمام اتفاقات بدی که توی دنیا افتاد، برای شخص من یکی از بهترین سالهای زندگیم بود، به خاطر اینکه من خارج از ایران زندگی میکنم و چون به خاطر همه‌گیری کرونا ایتالیا قرنطینه شد و تمام کارها به صورت دورکاری شد، این فرصت رو به من داد تا چندین ماه بیام ایران و کنار خانواده‌ام باشم. البته بگم که هشتگی که در مورد کرونا خیلی مورد استفاده قرار میگیره همچنان در ایران، درخواستی هستش که کاربران از مسئولین جمهوری اسلامی دارن و اون هم واکسن بخرید هستش. مشخصا هنگامی که چهرهاش سرشناس در ایران جون خودشونو به خاطر کرونا از دست دادن، مشخصا آقای انصاریان و میناوند، این هشتگ به اوج خودش رسید و این درخواست به اوج خودش رسید. بعدن هم در این اواخر به دلیل قرمز شدن شرایط کرونا در خوزستان این هشتگ بسیار مورد استفاده قرار گرفته و بسیاری میگن که خوزستان الان اصلی ترین منطقه هستش که به دوز بالای واکسن نیاز داره و از مسئولین میخوان که زودتر و سریعتر این واکسن ها رو به اون منطقه برسونن. ممنونم فرین. اما فرین، اگر تو بخوای یه خبری رو سال آینده گزارش کنی و دلت بخواد اون خبر رو تو فقط گزارش کنی، اون چیه؟ خبر زیاده. فکر کنم یک مسئله‌ای که دوست دارم گزارش باشه اینه که اعدام در ایران متوقف شده و ممنوع شده و طبیعتاً چون در مورد کرونا هم صحبت کردیم، همونطور که مریم هم قبل از من گفت، دوست دارم که واکسن به تعداد زیادی برای همه ایرانی‌ها خریداری بشه، همه بتونن واکسن رو تزریق بکنن و کرونا دست از سرمون برداره دیگه در سال جدید. امیدوارم این واقعاً آرزوی همه ماست. ممنونم از تو فرین عاصمی. اما موضوع بعدی که بهش خواهیم پرداخت مسئله محیط زیست هست و کی بهتر سیاوش اردلان که به ما بگه مهمترین خبر محیط زیستی سال گذشته چی بود؟ سیاوش، یه سری خبرنا هستن فرناز که خب وقایع جدید محیط زیستی در ایران محسوب میشن، اما یه سری خبرهای دیگه بودن که نشان دهنده ادامه این وضعیت بود، با این تفاوت که به لطف شبکه‌های اجتماعی، به لطف پوشش رسانه از جمله اینجا در بی بی سی فارسی و همینطور نسل جدیدی از خبرنگاران محیط زیستی در داخل ایران،
این مسائل تونست توجه افکار عمومی رو به خودش معطوف بکنه، از جمله بحث آتش‌سوزی های گسترده جنگلی در جنگل های زاگرس در این تابستان که تعجب افکار عمومی رو برانگیخت. خیلی از مردم که قبلا نمیدونستن متوجه شدن که دولت چقدر هزینه و بودجه کمی رو اختصاص داده برای حفاظت از جنگل هایی که در ایران چیز زیادی ازش باقی نموندن و نصفش طی 40 50 سال گذشته از بین رفته. مردم تعجب کردن که چرا نیروهای مسلح ایران بابت کمک به داوطلبان مهار آتش پول مطالبه میکنن در شرایطی که ایران یک نیروی زبده آتش نشان نداره. از همین جهت خیلی از مقامات دولتی سعی کردن که مسئله رو کمرنگ جلوه بدن. بعضیاشون گفتن که آتش سوزی ها عادی هستن، بعضیا ارقام اشتباه دادن. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت تنها 1000 هکتار از اراضی جنگلی ایران سوخته، در حالی که بعدا تصاویر ماهواره نشون داد 40000 هکتار از جنگل های زاگرس و همینطور جنگل های شمال در آتش سوخت. یه مسئله دیگه ای که مهم بود و همیشه هم به عنوان یک معضل در ایران مطرح میشد بحث استفاده از مازوت بود که یکی از عوامل آلودگی هوا هست. حالا استفاده از مازوت در نیروگاه‌های ایران یه ذره کمتر شده، ولی مردم الان متوجه شدن که دولت همچنان نیروگاه‌ها رو موقعی که به فشار گاز کم میشه در فصل سرما با مازوت تامین میکنه. یک سوخت فسیلی بسیار خطرناک و آلاینده که جاهایی مثل اهواز، نکا و مخصوصا عراق، نیروگاه شازن در عراق رو کاملا آلوده کردن و محیط زیستش رو از بین بردن. یک مسئله دیگه، دو پرونده مهم بودن، پرونده جنگل‌های آق مشهد و پرونده دماوند اگه یادت باشه. این دو پرونده به مردم این یادآوری رو کرد با پوشش وسیع رسانه‌ای که بخش زیادی از منابع طبیعی ایران محل مناقشه هستش بین دو تشکیلات. خیلی عجیبه، اداره منابع طبیعی ایران که باید صاحب این و متولی این اراضی طبیعی باشه مناقشه داره با سازمان اوقاف، یک تشکیلات بسیار قدرتمند مذهبی که با استفاده از اسناد مشکوک و حتی جعلی مثلا مثل پرونده آق مشهد تونسته خیلی از این اراضی رو تصاحب بکنه. در آخرین خبرهایی که ما داریم طی سال گذشته فهمیدیم که ظاهرا در پرونده آق مشهد و اراضی دماوند از بین که مشتی اصلا نمونه خروار از خیلی پرونده‌های دیگه سازمان اوقاف عقب نشینی کرده. یک سری امیدهای واهی داشتیم درباره محیط زیست در سال گذشته. خبرهایی در ارتباط با ماجرای صید ترال، صید ترال یعنی همون صید عمیق ماهی از دریای عمان و خلیج فارس که خشم خیلی از ایرانی‌ها رو برانگیخت، تحت این عنوان که چینی‌ها آمدن و دارن منابع آبزی ایران رو مورد چپاول قرار میدن و واقعیت این هستش که اداره شیلات داره کشتی‌های چینی رو اجاره می‌کنه در ارتباط با یک طرح بسیار گسترده تری که داره، طرح رساندن ایران به خودکفایی در تولید پودر فانوس ماهی. فانوس ماهی چی هستش؟ خوراکی هستش که اینها میدن برای صنعت مرغداری ایران تا دیگه ایران لازم نباشه برای تامین خوراک مرغ‌های خودش از خارج این رو وارد بکنه. اتفاقی که امسال افتاد اینه که تعدادی از نمایندگان مجلس رفتن به جنوب کشور با صیادان محلی دیدار کردند. صیادان محلی کسایی هستند که خب طبعا به خاطر این صید عمیق کشتی‌های بزرگ صنعتی دچار آسیب‌های زیادی شدند و بعد متعاقب این دیدار اعلام کردند که برای 2 سال ممنوعیت صید ترال متوقف شد. همه خوشحال شدند، همه گفتن چه خبره، چه خبر خوبی، بالاخره مجلس جدید داره یه کاری می‌کنه. ولی بعد اداره شیلات بیانیه داد که خیر، این ممنوعیت فقط برای 2 ماه بوده. این جزء 3 خبر مهم بوده. سیاوش بذار یه نگاهی بکنیم ببینیم که این همه خبر محیط زیستی تو گفتی، ببینیم که در فضای مجازی چقدر اینها بهش پرداخته شده. فرن ببین، تو فضای مجازی اونهایی که دغدغه محیط زیست رو دارن میپردازن بهش و براشون مسئله و موضوع هستش، ولی باید بگم که با کمال تعجب مخاطبان ما به مسئله محیط زیستی در این فراخوانی که ما داده بودیم اشاره نکردن و بیشتر به مسائل سیاسی و اجتماعی یا حتی کرونا بیشتر دغدغه‌شون شده بود، ولی اصلی ترینش باز اون مسئله سیاسی است. باید بگم که ادامه حبس زندانیان سیاسی، زندانیان زیست محیطی از اون مسائل هستش که یه هشتگی که حدوداً 3 ساله در این مورد شروع شده همچنان ادامه دارش کرده و اون هم هشتگ امید برای طبیعت هستش و باز دارن اشاره میکنن به اینکه فعالای محیط زیستی همچنان در حبس هستن و اونچنان خبری از اونها به بیرون درس پیدا نمیکنه. ولی مسائلی که سیاوش هم بهش اشاره کرد مشخصا این واگذاری کوهپایه‌های البرز و فروش جنگل‌های شمال ایران از اون موضوعایی بود که علاوه بر سوختن جنگل‌ها در زاگرس که
تصویری هم خیلی میومد بیرون، مورد توجه مخاطبان و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. متشکرم از تو فرن. یادم اومد که مسئله سامر رجبی و درگذشت مادرش هم خیلی سر و صدا کرد در چند ماه اخیر. سیاوش، ما از همه پرسیدیم که اونا دوست دارن چه خبری رو در سال آینده گزارش بکنن. تو که دغدغت فضای در واقع محیط زیست هست و زیستگاه آدم ها و همینطور حیات وحش، آرزو داری چه خبری رو سال آینده بگی به مردم؟ خب جدا از اینکه آرزو دارم محیط زیست هرگز مسئله سیاسی نشه و خیلی از این زندانی های محیط زیستی که در ایران ادامه حبسشون باعث افسردگی و آزردگی روح و روان جامعه مدنی و جامعه محیط زیستی ایران شده آزاد بشن، به غیر از اون با توجه به اینکه ایران همواره بعد از انقلاب قبل از انقلاب سازمان حفاظت محیط زیستش یکی از بی‌بضاعت ترین نهادهای دولتی بوده با کمترین بودجه و امکانات، دلم میخواد بتونم سال جدید این خبر رو بدم که سازمان حفاظت از محیط زیست به یک وزارتخانه ارتقا پیدا کرده و نمایندگان سازمان محیط زیست با قدرت تمام میتونن در تشکیلات تصمیم گیر مثل شورای معادن، شورای عالی محیط زیست، در مجلس حضور قوی داشته باشن و هیچ طرح صنعتی بدون ارزیابی‌های کامل محیط زیستی براش مجوز صادر نشه. متشکرم از تو سیاوش اردلان همکارم، ممنون که با ما بودی. اما بحث بعدی که بحث بسیار مهم و دامنه‌داری بود در تمام سال گذشته، بحث اقتصاد هست. وضعیت اقتصادی که شیدا هوشمندی در طول سال گزارش‌های متعددی در موردش ساخته و الان با ماست. شیدا تو با ما بگو، اولی ارزیابی کلی به ما بده در مورد وضعیت اقتصادی در سالی که گذشت، چون در موردش صحبت کردیم به خاطر کرونا بسیاری از مردم مشکلات جدی داشتن و البته به خاطر تحریم‌ها. تو چه دیدی؟ سلام به شما فرناز. اگر از نگاه مردم و از چشم مردم به ماجرا نگاه کنیم، کاهش قدرت خرید یکی از پربازتاب‌ترین رویدادها و مسائل اقتصاد ایران در سال 99 بود. اگر نگاه کنیم به بازار کالاهای مصرفی به ویژه اقلام خوراکی و کالاهای ضروری، می‌بینیم که کاهش قدرت خرید مردم به یک مرحله جدی‌تری رسیده. بالا رفتن نرخ تورم خب هممون میدونیم مسئله تازه‌ای برای اقتصاد ایران نیست، اما رشد بالا و مداوم تورم به جایی رسیده که برای بسیاری از خانوارها داستان از مرحله کوچک شدن سفره‌ها به مرحله خالی شدن سفره‌ها رسیده. همزمان اگه نگاه بکنیم به بازارهای دارایی مثل سهام، ارز، طلا، مسکن و حالا در ایران حتی خودرو، می‌بینیم که جهش‌های قیمتی کم سابقه اتفاق افتاده در سال 99. یکی از دلایل اصلی تلاطم این بازارها جریان سیال نقدینگیه که دلیل رشد تورم هم هست. بنابراین میشه گفت مشکل تورم، یا به عبارت دقیق تر مسئله رشد حجم نقدینگی، مسئله اصلی اقتصاد ایران در این سال بوده و احتمالاً خواهد بود در سال آینده. مسئله کرونا به هر حال کل اقتصاد جهان رو تحت تاثیر قرار داده، اما خب میدونیم مشکلات اقتصادی ایران پیش از کرونا هم وجود داشت و شاید تشدید شد. تو میتونی به ما یه تصویری بدی که اگر بخواد مسئله کرونا حل بشه، آیا وضعیت اقتصادی ایران بهتر خواهد شد یا نه هنوز اونقدر اون درگیری ها جدیه که کمکی نمیکنه؟ ببینید، اگر بخوایم به آینده نگاه بکنیم، برای داشتن یک چشم‌انداز میتونیم از دو زاویه به اقتصاد ایران نگاه بکنیم و تحلیل بکنیم. یکی نگاه به مسائل غیر اقتصادی مؤثر بر اقتصاد هست و دوم شاخص‌های اقتصاد کلان. ما تو حوزه مسائل غیر اقتصادی به درستی شما اشاره کردید که کرونا یک مسئله است و موضوع دیگه تحریم هاست. خب با اومدن دولت بایدن انتظار بر اینه که فشار روی ایران کاهش پیدا کنه، اما اگرهای زیادی هست، ولی در صورت کاهش فشار تحریم ها احتمالاً این بخش نفت در اقتصاد ایران که از اولین بخش هایی خواهد بود که اثر مثبت رو ببینه و به هر حال این تأثیر مستقیم داره روی درآمدهای ارزی دولت و درآمدهای ارزی دولت کمی میتونه بهبود پیدا کنه. در این شرایط با توجه به رویکرد دولت‌ها در ایران، احتمالاً ما شاهد تزریق ارز به بازار برای کنترل نرخ ارز باشیم در سال آینده. کرونا هم موضوع دیگه‌ایه که به هر حال پایان گرفتنش آثار منفیش رو روی اقتصاد در واقع با خودش می‌بره، ولی همه اینها مستلزم حل مسئله واکسیناسیون عمومیه. یعنی حل مسئله کرونا چسبیده است به حل مسئله واکسیناسیون عمومی، و اگر اتفاق نیفته
هوشمندش اتفاقهای مثبت دیگه هم نخواهد افتاد. ولی بحث اقتصادیش، یعنی بعد اقتصادی ماجرا در بین شاخصهای کلان، خب تورم رو که میدونیم وضعیت چطوره، رشد اقتصادی رو اگر نگاه بکنیم در پاییز امسال مثبت شده، البته بین برآوردهای بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت زیادی وجود داره اما هر دو نهاد برآوردشون مثبت بوده. اما این رشد فصلی برای اینکه رکود سالهای اخیر رو جبران کنه کم بوده و برآوردی هم از رشدهای خیلی بالاتر برای فصلهای بعدی نداریم. بعد در کنارش نرخ بیکاری رو داریم که در پاییز کاهش داشته، در ظاهر خبر خوبیه اما در واقعیت شاید خبر خوبی نباشه چون جمعیت فعال کم شده، یعنی تعداد افرادی که در سن کار هستن ولی متقاضی کار نیستن زیاد شده. معناش اینه که امیدی به پیدا کردن کار ندارن اینها و از بازار کار خارج شدن. اینطوری میتونیم یک چشم اندازی رو در واقع برای آینده بعد از کرونا داشته باشیم. اشاراتی شده همین هفته های اخیر به اینکه ایران تونسته بخشی از اموالش رو که در مثلا کره جنوبی بوده آزاد بکنه. پس آیا میشه برآوردی داشت که این چه تأثیر اقتصادی در کوتاه مدت ظرف ماهای آینده خواهد داشت؟ یعنی منظورم روی سفره‌های مردم هست، چون همونطور که گفتی حالا بعد از این هم با توجه به صداهایی که جمع کردیم خیلی ها به این موضوع اشاره میکنن. آیا میشه تأثیر این پولی که قرار هست از بعضی از کشورها به ایران برسه رو روی سفره‌های مردم دید یا نه؟ به نظر من تأثیر کوتاه مدت نمیتونه داشته باشه به خاطر اینکه مسئله ریشه‌ایه و ریشه مسئله در کاهش قدرت خریده. شما نگاه بکنید مرکز آمار نرخ تورم رو پایان بهمن ماه 34% اعلام کنه، اگه به روال معمول هر سال ما پیش بریم اسفند تورم ماهانه بالاتری خواهیم داشت، درنتیجه تورم امسال ما بیشتر هم میشه. هدف گذاری بانک مرکزی هم که 22% بوده هنوز دولت با این ارقامی که میبینیم راه زیادی داره که بهش برسه. یادمون نره اگر به هدفش هم برسه، یعنی اون سناریوی خوشبینانه‌ای که دولت برای خودش تعریف کرده برسه، بازم 22% نرخ تورمیه که بالاست در رده‌بندی جهانی. ببینید بیشترین فشار که اقتصادی که وارد میشه در شرایط تورمی به گروه‌های کم درآمد در واقع وارد میشه. برای همینه که ما میبینیم تغییرات قیمت و افزایش قیمت در کالاها در بین کالاهای خوراکی یک دفعه خبرساز میشه. شاید اینی که گفتی برای من جالب شد، برای اینکه فرن هم امروز داشتیم صحبت میکردیم، بخش عمده ای از نظراتی که تو گرفتی هم باز راجع به همین هست، کاهش خرید، قضیه صفهای مرغ. بورس، بانک ها، اختلاس ها و ربطش به زندگی اقتصادی مردم و معیشت مردم از دغدغه های اصلی کاربران و مخاطبای خودمون بود. مثلا زیر پست فراخانی که ما روی اینستاگرام گذاشتیم، یکی در میون به مسئله گرانی، نمیتونیم خرید کنیم، کار نداریم، بیکاریم داشتن اشاره میکردن. حتی تک کلمه ما صداهای زیادی هم گرفتیم که به موضوع بورس اشاره کردن و اینکه سقوط شاخص بورس در ایران چه تأثیری رو زندگی اونها گذاشته. برای همین این موضوع و نقش دولت در این قضیه از مهمترین خبرهایی بوده که برای مخاطبان ما مورد توجه قرار گرفته. اینو با هم دیگه ببینیم، بشنویم صداهاشونو. مهمترین رخداد قضیه بورسه که دولت برای نجات اقتصاد ایران سرمایه های مردم رو بالا کشید که فقط و فقط اقتصاد ایران نجات بده. خیلی ها ورشکست شدن، خیلی ها زندگیشون از دست دادن، سرمایه چندین و چند سالشون رو که با زحمت جمع کرده بودن از دست دادن. الان یه ملت ورشکسته مونده، با تو این وسط فقط دولت سود کرد از این قضیه. بله، باید بگم که هرچی به پایان سال هم نزدیک شدیم، تصاویر و عکس‌های بسیار زیادی از صف‌های گسترده برای گرفتن مرغ دولتی یا گوشت یا حتی میوه و سبزیجات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که این موضوع هم از مسائلی هستش که مخاطبان برای ما تصاویر بسیاری فرستادن در روزهای اخیر. هرچی به پایان سال داریم نزدیک‌تر می‌شیم، این صف‌ها هم طولانی‌تر شده. این تصاویر رو با هم دیگه ببینیم. امروز 27 اسفند واقعا چی افتضاحیه. میبانه تمام وایساب جمعیت اینجا بیشتر جمع بود.
چه خبره؟ مهمترین رویداد سال 99 اقتصادی بود که رکود با تورم جمع شدند و فلاکت برای مردم ایران به وجود آوردند. وضعیت مملکت خیابون طالقانی شهر زابل. آقا صفحه چی دستا؟ صفحه مرغ آقا. مرغ آخوز داریم زد بختی را سر مردم هستم. اینجا منتظر است و یک مرغ اقصده درخش. البته بگم از مسائل دیگه اقتصادی که بسیار در شبکه‌های اجتماعی خبرهاش منتشر شد، موضوع اعتصاب‌های مختلفی بود که توسط کارگران یا کارمندان قراردادی شرکت‌های مختلف منتشر شده بود. تصاویرش دست به دست می‌شد، تقریباً هر هفته یا هر روزی نبود که ما تصویر یا عکسی از این اعتصاب‌ها یا اعتراض‌ها دریافت نکنیم. یکی از گروه‌های گسترده‌ای که در این مدت مشخصاً در دوره کرونا درخواست داشتن که به اوضاع قراردادی اونها رسیدگی بشه، پرستارانی هستش که در کادر درمان ایران کار میکنن و مشخصا در خط مقدم خدمت دادن برای بیماران کرونایی هستن، ولی خب اونها قرارداد درستی ندارن و اونها از نگرانی های خودشون در این مورد میگفتن و اینکه ساعت های بسیار زیادی مجبور هستن به همین دلیل کار کنن و در بیمارستان ها باشن. اشاره کردی به خیلی از همین اعتراض‌ها، یک بخش دیگه‌ای هم مربوط بود به بازنشسته‌ها، به خصوص در همین هفته‌های اخیر که اون هم پوشش زیادی داشت. بذار سوال آخر رو از تو بپرسم شیدا، اگر یک خبری باشه که دلت بخواد در سال آینده اون رو تو گزارش بکنی، چه خبری هست؟ واقعا فکر می‌کنم دوست دارم که این تصاویر رو دیگه نبینم و معنیش اینه که خیلی دوست دارم که خبر این رو بدم که قدرت خرید مردم بیشتر شده، برعکس اینکه بگم شاید داره شرایط بدتر میشه و به خاطر تورم هر سال بخش از طبقه متوسط به طبقات پایین‌تر سوق داده میشن و در هر صورت معیشت مردم بهتر بشه و اینکه درهای اقتصاد ایران باز بشه در سال آینده. متشکرم از تو شیدا هوشمندی، همکارم که مسئله اقتصادی رو برای ما معمولا پوشش میده. اما از شما هم خواسته بودیم به عنوان مخاطبان بی بی سی فارسی که به ما بگین برای شما چه موضوعی از همه مهمتر بوده در سال گذشته و فرن به ما میگه که برای شما چی از همه مهمتر بوده. البته بگم که موضوعی که بسیار مورد توجه قرار گرفته که من شخصا انتظار نداشتم اینقدر بهش بپردازم مخاطبان، مسئله انتخابات آمریکا بود و رأی نیاوردن دوباره ترامپ و انتخاب شدن جو بایدن و این تأثیرش بر ایران و اینکه چقدر اصلا مخاطبان میگفتن که ما این انتخابات اخیر باعث شد که اصلا اسم ایالت ها رو یاد بگیریم، اونقدر که ما نمیدونستیم که این ایالت ها چجوریه یا حتی سیستم رأی گرفتن و رأی دادن در آمریکا چجوریه، الان آگاه شدن بهش. ما صداهای بسیاری در این مورد دریافت کردیم، اینو با هم دیگه بشنویم. مهمترین اتفاق سال انتخاب جو بایدن به عنوان ریاست جمهوری آمریکا بود که یکی از ترکش‌هاش هم اینه که رضا پهلوی اعلام کرده جمهوری خواهه. شکست ترامپ بزرگترین رخداد سال 99 بود، چرا که ترامپ حداقل برای دنیا یک خطر خیلی بزرگ بود. به نظر من مهمترین رخداد سال گذشته حمله مردم امریکا به ساختمان کپیتولیوم و اشغال اون بود، یکی از مهمترین و عجیبترین اتفاقات سیاسی در قرن گذشته میتونه باشه. خب جالب بود که این حمله به ساختمان کنگره آمریکا هم خیلی مورد توجه مخاطبای ما قرار گرفته بود. اگه تو بخوای یه خبری رو سال آینده گزارش بکنی، ترجیح میدی چه خبری باشه؟ خره من دوست دارم که گزارش بدم که آمار افسردگی در ایران به پایین اومده و تعداد خودکشی نوجوانان هم دیگه وجود نداره، به خاطر اینکه تو سال گذشته با موضوعی ما روبرو شدیم در ایران که خودکشی نوجوانان و کودکان بود و این بسیار دردناک هستش. مشخصا اینکه در بسیاری از رسانه‌ها درون ایران به نظر میرسه که اونقدر جدی به این قضیه نمیپردازن، ممکنه فقط به عنوان یک خبر حادثه‌ای بهش بپردازن. عمیق آیا آموزش داده میشه به خانواده یا کودکان که در این زمینه اگه فشاری روشونه باید چه کار کنن یا نه؟ مسئله هستش که من واقعا دوست دارم
این دو مورد باشه که ما بهش بپردازیم. متشکرم از تو فرهنگ تغییرزاده که در طول این برنامه همراه ما بود و ممنونم از شما که با این برنامه مرور سال 1399 همراه ما بودید. پیشا پیش سال نو رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم سال 1400 سال بسیار بهتری از هم سال 99 باشه هم سال 98. شب و روزتون خوش.